سلام علیکم و شب شما بخیر. خوش آمدین به مرحله 3 بهترین یک قدم تا قهرمانی آواز افغانستان. در ابتدا به افتخار یاوران برنامه عبید جوینده، فرشته جان سما و قیس جان الفت. دوستا، قسمی که شب گذشته دیدین، گروه نظیر خارا با خودش بعد از امشب در برنامه آواز افغانستان با ما نیستن و نو اشتراک کننده که امشب اجرا میکنن، ای که چطور از مرحله گزینش نادیده تا امشب رسیدن، بین یک بار با هم ببینیم. در 16 هفته گذشته هر یاور کوشید تا بهترین صداها را در تیمهایشان انتخاب کنند. در مرحله گزینش نادیده هر یاور تیم 16 نفریشان را تشکیل دادند و در مرحله رقابت رو در رو تیمهایشان را به 10 بهترین صدا کاهش دادند. فرهادشان. و در این مرحله بخش ربایش اضافه شده بود که عبید جوینده، عبدالحی امیری و فرشته سما شایق تخاری را ربودند و در مرحله حذف برگشت هر یاور 4 صدای برتر را برای مرحله یک قدم تا قهرمانی برگزیدند که پس از این مردم همچنان توسط رأی خود در باقی ماندن و حذف شدن اشتراک‌کننده مورد نظرشان سهم دارند. پس به اشتراک‌کننده مورد نظرتان هر قدر که خواسته باشید رأی بدهید تا در برنامه باقی بمانید. تشکر شرکت نوشابه های گلدن نایف که برنامه آواز افغانستان تمویل کردن. طعم های مختلفش هم من هم امتحان کردم و این بار گلدن نایف با طعم مالتا واقعا که خوشمزه است و پیسه تان به جای مصرف نمیشه، دسترخانتان بدون گلدن لایف نمانین. و اولین اشتراک کننده که روی استیج در برنامه امشب اجرا میکنه اسمت الله عزیزی از گروه قیس الفت. خب بخاطر رایگیری دیگه همین کارتای رایگیری را چاپ کردیم، همین صدا کارتای ریکارت چاپ کردیم و استیکرها را چاپ کردیم در هر جای منطقه بچسبانیم، هر جای مردم ببینه کود رای دیر آشان شد، مردم رای بتا برمانگ بتانیم پیش بریم. خب آهنگ بسیار اگه آهنگ خوب مردمی هست، آهنگی هست که در گوش مردم زیاد شنیده شده و می خاطر آهنگ انتخاب کنیم بتانم حداقل امرای کسب کنیم بتانم با مرحله بعد سود کنم. سنم امشب میمانت کنم، نزه پیشم بشین سیل چشمانت کنم، آوردم رخت لباس بیا که در جانت کنم، آوردم گوشواره بیا با گوشانت کنم، آوردم اسم الله بیا با گردنت کنم، آوردم کره دست بیا که در دستت کنم، اجازه بده که تا جانم با قربانت کنم، امشب میمانت کنم، اجازه بده که تا جانم با قربانت کنم، امشب میمانت کنم. چطور سیل میکنی از پشت دیوال سنم، ما که سنگ میزنم دو میزنی یار سنم، ما که سنگ میزنم سنگ رفیقی سنم، همی سنگ مرا با دیده وردار سنم. سنم جان سنم امشب میمانت کنم،
نزه پیشم بشین سیل چشمانت کنم آوردم رخت لباس بیا که در جانت کنم آوردم گوشواره بیا با گوشانت کنم آوردم اسم علا بیا با گردنت کنم آوردم بوت براق بیا که در پایت کنم اجازه بده که تا جانم با قربانت کنم امشب میمانت کنم اجازه بده که تا جانم با قربانت کنم امشب میمانت کنم اجازه بده که تا جانم با قربانت کنم امشب میمانت کنم هتی یک آهنگ مقبول و شاد اسمت بشک بخدا ناق میگن که رب در افغانستان نوامده بسیار سابقه داشته آهنگ های رب در ابتدا از قیس جان الفت میپرسیم اشتراک کننده ای را که شب گذشته خودش در برنامه حفظ کرد و نماندش که به سیستم رایدهی بره بله. امشب قناعت قیس جان الفت حاصل کرده؟ واقعیت بسیار خوب اجرا کردی اسمت جان خوب خواندی انرژیت بسیار خوب انرژی بود بسیار شاد بود دوستا خوش کردین اسمت جانم بسیار خالی از این گپا انتره را بسیار خوب انتره اول همی بسیار خوب شروع کردی نه انتره دو کم زر اگر احساسات زیاد شدک از سر بالا می خواندی دیگه بسیار مقبول خواندی واقعا بسیار زیاد تشکر فرشته جان آهنگ به تایید گپ قیس جان که در قسمت انتره گفتن ما میره میخواستم بگویم ولی خودشان یادآور شدن یعنی خودشان اعتراف کردن بدون از اینکه فهمیدن نه که شما هستین به این خاطر ترسیدن اعتراف کردن خواهش میکنم خب بازم بر صورت ولی مقبول خواندن اما انتخاب آهنگ مقبول بود ولی به نظر من اسمت جان میتونه آهنگای قوی تر مقبول تر بهتر بخونه آهنگ به نظر من اگر ساده بود آسان بود فکر میکنم آهنگ ریتمیک بود آهنگ محلی مقبول بود خوب اجرا کردین بگپ شما فرشته جان بگپ شما یک گپ بزنم که اسمت جان آهنگای مشکل هم خواندن پیش از این قبلی خواستم که کم ذره اگر در کار خواندنشان تغییر بره یک آهنگ محلی را که کمپوز از آجی سیفو و یک جیستیک و میمیک مخصوص داره اسمت جان که من او را نمیفهمم یک یک همونتی مقبول میشه حالا گوره نگیرم بابا از پشم خطا میکنم ضرب از هوا قف میکنه اسمت مخصوص احساساتش بسیار خوب است یک بار تو برو هم برو اسمت برو کده دولک برو که بفهمه ای سنم جانم سنم باز یک دفعه قف تو یک ریتم برو این نوازنده هایی که یک دفعه ریتم از هوا قف کنه بیشکت همون یک اصطلاح عامیانه است که میگه اگان تازه واقف میکنه یک گفه میخواییم در عمل نشان داد اسمت بفتخار نوازندان عزیز یک گفه مکم بسیار مقبول نواختن خب جان فرشته جان گفتن که خوب خواندی اسمت اما آهنگ بسیار آسان و ساده بود من این گفه رد میکنم ایج آهنگ ساده نیست آهنگ که بسیار ساده به گوش میخوره امو خواندنش به سادگیش بسیار کار مشکل است یکان آخ ساده خوانی مشکل تر است از سقل خواندن کرده ایره باور داشته باشین و ما بیشتر کردیت میدم برای کسایی که هم آهنگ سقل خوانده میزنه به نوش و هم آهنگ ساده را ما از این جای اسمه جان بسیار راضی هستم به دلیل از اینکه امو تمام نکات را که ما برشان دیشب تذکر داده بودم کلش در نظر گرفته و آهنگ بسیار سوچه و پاک به حساب اجرا کرد که خوش کلگی آمد اول آخه حفظ کردن همین شعر از این رقم رپ است که بسیار طولانی هم بود بسیار مقبول شما حفظ کردن شاید وقت زیاد گرفته براتون مگم بسیار حاکم اجرا کردنی بسیار کردیت کلان است برای شما تشکر استاد زنده باشین میخواییم یک کوتاه از عبید جان شما برسم که آیا فرشته جان
و این خاطر خانه است که خودش غزل خوان است و آهنگای ریتمیک زیادتر ساده فکر میکنن. نمیخوام که دو رابطه گپ بزنم، فقط گپ خیر است قدر که من میفهمم از تجربه خود. چون ما هم غزل میخوانم و هم آهنگای ساده را میخوانم. هر چندی سبک کوشش کردیم، هر سبک سقلت خود داره و هر سبک درست خواندن کار ساده نیست. بسیار زیاد تشکر اسمت عزیزی. ریتم خزوا قب میکدی، رای مردم چه تو قب خواد کدی؟ اما تو که آهنگ اجرا کردم کوشش میکنم رای مردم هم از آهنگ قب کنم. خب دوست عزیز، اگر میخواین برای اسمت عزیزی رای بتین به 456 زنگ بزنین، بعد از انتخاب زبان افت 144 فشار بتین و همچنان از طریق اسمس میتارین که 171.44 به 86.56 ارسال کنین. اسمت جان تشکر از خودت. تشکر از شما، مزمه تشکر. و اشتراک کننده بعدی که روی استیج آواز افغانستان حالا اجرا میکنه، سعید نجیب الله از تیم عبید جان جوینده است. بسیار احساس خوش دارم که در برنامه کامیاب شدیم و از خداوند آرزو دارم که از این قدم پیشتر و خیر پیش برم. در این هفته میخواییم که آهنگ مرحوم نام ظاهر ویدا را در سر زبان های مردم افغانستان باز بندازم. میخواییم که از آهنگ های مرحوم ظاهر ویدا را میخوانم. انشالله سر خود اعتمادم دارم، سر این آهنگ و سر مردم خودم اعتماد دارم انشالله که، و خواهش هم میکنم که مرا تنها نمانند، که بسیار قدر زیاد نمانده، فقط 3 هفته مانده. فرشته بم مثل تو آدم ندیده، با رخ مثل برگ گل با خونو دیده، سنبول تر کجا و آن زلف خمیده، جان من از فراق تو به لب رسیده، بازو بیا قدم بنه به هر دو دیده، جان به لبم رسیده، جان به لبم رسیده، جان به لبم رسیده، جان به لبم رسیده. شک به خدا آهنگ زیبای از هنرمند مرحوم ظاهر هویدا، و حتی معلوم میشه که عبید جان جوینده بسیار خوش معلوم میشه از اجرای امشبتان. عبید جان چطور؟ خوش هستین؟ دو شک نیست. نجیب جان عزیز جوان بسیار مستعد است. شکر استاد. رنگ آواز خودش اون خود دیدن که آهنگ ملی را دیشب چقدر مقبول جا کرد، و امشب آهنگ مرحوم زندیات آقای ویدا را جا کرد که ما هم از ارادتمندایش هستم. تماما اهل هنر، تمام کسایی که موسیقی را دوست دارن ارادتمندای
مرحوم عبیدا هستن. این آدم بسیار دقیق میتونه که کپی بکنه از عبیدا صاحب، حتی لهجهشانه، لهجه که اونا شعر اجرا میکردن. من زیاد طرفدار از ایگم نیستم، برش مشارم دادم، اما خشون فکر میکنم یک مدت بسیار طولانی امی رقم اجرا کردن. زیاد امی هانگ به امی شکل خواندیم به او خود. فرق نمیکنه کنم گپ نیست، اما شما آواز خود دارین و شما زیبایی و رنگ آواز خود دارین، به او خود با آواز خود را آهنگ که بخونین حتما زیبا میباشه. تشکر استاد. در صورتش زیبا بود، موفق باشین انشالله. فرشته جان، با این که عبید جان اعتراف هم کردن که نجیب جان تقریبا آواز مرحوم ظاهر هویدا را تقلید میکرد، بله، شما درباره تقلید چی فکر میکنین و اجرایشان در موردش چی نظر داره؟ من درباره تقلید و کپی خوانی نظرم بسیار مثبت است، اما در صورتی که آدم اونم آهنگ بتونه با احساس خود، با هوای خود، با اجرای خود، با مثلا نوآوری خود یا خلاقیتی که در موسیقی اگر آدم بتونه خودش او را با کار خود، با رنگ خود او را اجرا کنه، به نظر من هم بهتر است. ولی کپی خواندن چیز خوب است، چیز بد نیست است. آهنگای از اینکه آهنگای بسیار مثلا خراب کمپوزایی که مثلا ببینید که امروز مثلا بسیار کمپوزای خوانده میشه که در ذهنیت ما شما نمیشینه، میای و میره، متر یک روز موت میشه و میای و میره. از اون کده کمپوزای قدیمی خود آدم بخونه او را دوباره سر زبان آورده، کار بد نیست. شما از احساس اشاره کردین که اگر بله. تقلید آوازم باشه ولی با احساس اجرا کنند. بله. نجیب جان با احساس اجرا کرد؟ نه، تقلید آواز نباشه، خود خواندنش اگر کاپی باشه هدف مزیز. اگر آدم خواندن کاپی میکنه با احساس خود بخونه. خواندن نجیب جان ناگزیر هستن که آهنگ خود خود نمیخورن، واسه که میشه اون کاپی رو میخورن. جان؟ در برنامه روال شما ترست که آهنگای دیگه کسا میخونن، آهنگ خود خوب بیازن نمیخونن. خب من نگفتیم کمپوز از خود کنه بخونه. صحبت سر خود کاپی خانی است که چقدر اگر آواز کنه. سر زمین کاپی خانی من چی گفتم؟ باز نشنیدی البته، فکرت نشد. گفتم که کاپی خانی چیز خوب است در صورتی که آدم نوآوری خود، احساس خود، با احساس خود بیان کنه آهنگ. و در اینجا زیاد آهنگ امی تون آوازتان به محترم ظاهر عبیدا زیاد میخواند. زیادم فکر میکردم تقریبا گاگایی که بخی خود از ظاهر عبیدا میسازن به او شکل به گوش من میامد. و یکان قسمت هایی که زنگایی که رفتین، گمکایی که رفتین هم زیبا بود، هم یک ذره از سر تا و بالا میشد. بله، و دیگه ای که دیگه مقبول خواندین، خوب خواندین. این آهنگ ناگفته نمانه که یک روز همراه خود ظاهر جان عبیدا ایره یک جای میشنیدیم، همیشه که مرا میدیدم میره زمزمه میکرد میخواند. باز گفتم چطور کی رمه؟ گفت که ما ایره کمپوز کردیم برای اولین بار وقتی که دخترم به دنیا میامد، برای دختر خود ایره ساخته بود که فرشته ای به مثل تو آدم ندیده، برای اولاد خود، دخترک خود. دیگه یه آهنگ بسیار زیباست، خوب اجرا کردیم. یعنی خوب شد که خاطرات یه آهنگ هم تازه شد و بله. از قیس جان الفت میپرسیم در مورد اجرای امشب نجیب جان. نجیب جان خوب خواندی، انتخاب خوب بودک. چند مشکلات بودک؟ مشکلات که همی انتره را که شما میگفتین، انتره را همی مورکی ها، همی گمک های تو بلکل فقط به تو معلوم میشد که بسیار همه تو ساده میرفتیش که یعنی که بلیدت با گمک نداری، بسیار ترکینه این رقم گمک نمیره. نه اگر انترش بود درانانانانانا درانانانانا دانه به دانه معلوم شد گمک های خودت بلکل ان پروفشنال بودک. به نگاه ما اگر نظری برام بشنوی هیچ وقت گمک نرو دیگه در آوازت، درست است. خاطر آوازت رنگ که هست خودت البته تعلیم موسیقی رو نداری یا رقمی که میخونی گمک گلون هیچ مزه نمیده و سرای تو می طرف و طرف رفت اجرای خوب. از این معلوم میشه که خودت کم تمرین داشتی و قیس جان شاگرد عبید جان جوینده را گفت که گمک های گلونت غیر مسلکی بود. unprofessional یعنی غیر مسلکی. من گفت استاد تصدیق میکنم. من یکانت برداشت که مزیاوره میکردیم هر آهنگ است فقط از سر خطا نخودی بیلی نخونی. درست از گفت استاد قیس من قبول میکنم. شاید اون چیزی که مسلکی خواسته باشه من اون تعدا کرده نخواد تانیسته باشم. ولی همین که اگر بی سر و بیلی نخوریم حالا ما در جای هستیم که باید میده میده باید تجربه خود را پوره کنیم. ما در اینجا هستیم. میده میده کود رایدهی سید نجیب الله را میگیم. 4-5-6 از زنگ بزنین. بعد از انتخاب زبان 7
1114 و از طریق پیام میتونین که به مینوی مسیج موبایلتان برین 171.14 را به 86.6 ارسال کنین. انشالله که در برنامه های آینده ان پروفشنل نه بلکه مسلکی اجرا میکنه. بسیار زیاد تشکر از خودت نجیب جان. یک نگفته نمانه از دوستای تمام همه لرزم تشکر لیقل من خانه بود بدی کی هفته بشقم همکاری لیقل که انشالله پاینگه سه خیر کلی خانه لرز آباد. تشکر از خودت هم نجیب جان. یک وقفی کوتاه داریم و زود برمیگردیم. با تشکر از گلدن لایف به خاطر تمویل برنامه آواز افغانستان. بازم خوش آمدین دوستای عزیز. دو اجرای اول در برنامه امشب واقعا که جالب و دیدنی بود و حالا احمد شای نوری از گروه فرشته سما رو استیج می آید. چند آهنگی که با این برنامه خواندم و آهنگار که اجرا کردم یاورم بسیار مرد تشویق کرد و تایید کردم که بسیار خوب خواندیم. کمپاین دیگه از زیرا دوستا و فامیلا و اندیوالا زیاد کمپاین کردم و در حال حاضر هم کمپاین میکنم و کار میکنم. سر آهنگ خوب اعتماد دارم ولی میمونم اعتماد از برای مردم که مردم چند اعتماد میکنن سر از آهنگ و برای رای میدن. احمد شای نوری را یاورش حفظم کرد و خوب اجرا هم کرد. فرشته جان، آهنگ امشب احمد شای نوری به دلتان چنگ زد؟ بله بله، واقعا که احمد شای جان مقبول میخونه، اما اگر ایره لایف همراه یک هارمونیه یک تبله تنها بدون محفل استیج یا بشنوین، باز وقت میفهمین که ما چی میگم و بیشتر و زیباتر و مقبولتر واقعا پرکیف میخونه. ببینید که چقدر رسا خواند، چقدر با انرژی خواند. آهنگ معلی بود اما چقدر پوردار، چقدر مشکل، چقدر وسط داشت. بسیار زیبا خواند به نظر من. و مهم اجرای یک آهنگ دمیست که امی کیف و هوا جمع شده و امی کار اینا امروز ثابت ساختند که میتونن. تو نظر دادین فرشته جان که ام آهنگ آسان خواند، ام مشکل، ام وسط داشت. بله. یعنی که آهنگ را که اشتراک کننده گروه قیز جان اجرا کردن نوسط داشت و هم ریتمیک بود. اینا را از خود قیز جان الفت میپرسیم که شما در مورد اجرای آهنگ احمد شای نوری با در نظر داشت نظرات فرشته جوان سما چی گفتنی دارین؟ خب یاور جان هستک، البته نظراتش پرکل کل چیزایی که گفتن همش قابل قدر هستک.
آمشای نوری خوب خواندی. البته این آهنگا از مخورترکی یا که کلانشان در ایراد مشنان نزیرشان هستک خوب میخوانند. احساست کم بود سرایت بیساری طرف و طرف زیاد میرفتک، سرایت در جا نمیخوردک. دیگر بازم اجرای خوب بودک، تنها احساست ای بار احساست واقعت احساست خراب بودک داد. کدام طرف؟ شرق؟ غرب؟ کدام طرف؟ ای بود ای طرف و طرف باز خودت باز برنامه رو بشنم، ما برد نوت میگیرم کلش رو میگم بخیر. یک نوت رو متوجه شدیم. فرشته جان بیشتر گفتن که آهنگ که اجرا کردی سرا پایین و بالا میرفت، ولی دقیق نساخت که بالا یا پایین. شما میگین ای طرف ای طرف سر که هست تک 440 هم یک ساعت داره نه؟ باز 445 که میره سر بالا میره، از 440 که پایین میره باز ای طرف میشه، یعنی که بالا ای طرف ای طرف. حالا اگر زیادتر مسلکی تر صحبت کنین قیز بله. جان که کدام سرا؟ خب چون آهنگ ریتم میفهمین، سرا میفهمین، رابش میفهمین، خصوصا که سرای پوره میرفت درانا نا اینی سرایش بالکل کاملا نمیخوردک. امور اثر بگو لا 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 بیرف روان سرا منی خسته. جدی نشو احمد شاه، در مایک بخوان. چقدر مقبول سعی کنین که مایک صدایش کار نداره اصلا، این رو بشنوین. خدا کنه که با ای که سرا ای طرف و طرف میره قناعت شما همتان عزیز حاصل شوه که سرای ای طرف و طرف و چی معنا. حالا از عبید جان میشنویم که ای بار خدای نخواسته عبید جان اگر سرایتان کج و وج بود. بعض چیزایی است که آدم صادقانه وقتی که میشنوه میبینه هیچ وقت نمیتونه که سر هیچ اجرا کننده در سر سیش 100% باشه. بخاطر که با امکانات و گپا زیاد سر کار داره، مونیتورا هر چقدر که اساس‌تر باشه همقدر سرا دقیق‌تر میشه، چک چک ها کمتر باشه، انرژی آهنگ اجرا در مجموع کم میشه، مگر سرا رو اینا بهتر میتونن که بفهمن تفکیک کنن و اما آهنگ خود بسازن کدش. این مشکلات ها است. به خاطر من نمیخوایم که همیشه این مسئله رو خاطر نشان بسازم سر سر بگویم، یا تا وقتی را که بسیار به وضاحت دیده شد و واقعا آدم احساس کنه که کم سر بود یا سر بالا بود. اما روی هم رفته و مشاجان نوری ما کاملا مطمئن هستم که خودت اگه آوازخوان هستی به نهایت مقبول میخونی، در دلت داری موسیقی را از دلت میبره و وقتی که خودت میخونی یک اعتزاز بسیار طبیعی به وجود میاد که ما هم کیف میکنیم، کسایی که جمع مخاطب هستن همشان کیف میکنن. شما موفق باشین. بسیار زیاد تشکر از یاورای عزیز ما. دوستایی که از امین لحظه میخواین برای احمد شاه نوری رای بدن با 456 زنگ بزنین بعد از انتخاب زبان 71 34 فشار بدین و از طریق پیام به مینوی مسیج موبایلتان برین 171.34.86.56 ارسال کنین برای احمد شاه نوری رای بدین. احمد شاه جان تشکر از خودت. دوستای عزیز یک وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم. دوستای عزیز دوباره خوش آمدین. تشکر از شرکت نوشابه های گلدن لایف که برنامه آواز افغانستان تمویل کردن. محصولات تازه گلدن لایف و بازار عرضه شده، حتما یک بار نوش جان کنین. حالا نجیب الله شیرزاد از گروه قیز جان الفت رو استیج می آین. Thank you.
پشتو گله ای آخر کنم ما دا پشتو گله ای آخر کنم ما دا پشتو گله ای آخر چی باشه وی جوا ایرادنم تو پیر کنم ما نجیب‌الله شیرزادی یارجان تو هم بیخی از دنیای تکنولوژی دور است، یک تلفن موبایل یک چیز نداره، اینترنت فیسبوک همراهش یک تماس میگرفتی؟ شاید نداشته باشه دیگه. امشب واقعا که یک اجرای زیبا و مقبول، مرا خوشم آمد نایف هم یاورای عزیز ما رو میپرسیم. قیس جان نجیب‌الله جان بسیار مقبول اجرا کردی، بسیار یک آهنگ شیرین بودک شیرین شیرین نظرگیری بسیار خوب اجرا کردی. البته نجیب‌الله جان کسی هست که برای اول آهنگ بعد از خدا یگانه خدای من امیدوارم چه که دلم توی بعد از او آهنگ محلی را خواندک چپ 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 دینه شب امروز آهنگ از آرگیره که بسیار سه سبک دیفرنت را خواندک واقعا بسیار خوب خواندی، آوازت بسیار خوشم آمد، واقعا سرایت کم زد اگر کم بودک دیگر باز هم جایت بسیار خوب بود. واقعا تشکر است. سر زیاد تشکر. فرشته جان نمیتونم گفته که بسیار بسیار نمیتونم گفته، اما کم هوا یگانجا یک در ختم لینای شیر که میخوندی در ختمش کم هوا که کم هوا شنیده میشد. آواز مقبول دارن رنگ آوازشان شیرین است، آهنگ ازارگی را مقبول اجرا کردن. تشکر است. تشکر. بسیار زیاد تشکر. عبید جان جوینده اینا هم ثابت ساختن که چنین سبک میتونن بخونن. واضح است که نواقص خود کمی زیاد داشت، همیم شبم اجرایتان. آهنگ بسیار تیپیک هزارگی بود، بسیار شیرین بود، کیف کردیم هم میگیم و اما زیاد من نمیتونم سر از این نقد بکنم، از خاطر از این که آهنگ بود که من فکر میکنم سعی کنین یکون آهنگ های مستم میتونه که آهنگ باشه که قابل نقد باشه و وسط داشته باشه، قدرت هایتان نشان بتین نگه پا. بعض آهنگ هست که بسیار کوچک است، وسطش نگه پا که آدم نمیتونه زیاد سرش نقد بکنه. دو سه نوت بود که آدم بسیار وسطش کم. با وجود ازم شما اجرایتان بد نبود، خوب بود، رویم رفته برتان موفقیت میخوایم. تشکر استاد. خب تشکر از یاورای عزیز ما. دوستای عزیز اگر میخواین که برای نجیب‌الله شیرزاد رای بتین به 456 زنگ بزنین، بعد از انتخاب زبان 7142 و از طریق اسمس میتونین که در مینوی مسیج موبایلتان 17142 را تایپ کنین و به نجیب‌الله شیرزاد رای ارسال کنین. نجیب جان تشکر از خودت. شمایی که میخواین از طریق فیسبوک و یوتیوب برنامه آواز افغانستان رو ببینین، به صفحه فیسبوک ما مراجعه کنین facebook.com/thevoiceafghanistan و همچنان youtube.com/thevoiceafghanistan برنامه رو ببینین، نظراتتون با ما شریک بسازین. وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز، برنامه آواز افغانستان است. بین این بار از یاورای عزیز ما بپرسیم که با کدام معیارها اشتراک کننده ها را در برنامه حفظ میکنن، به خاطر که هر هفته که میگذره برنامه آواز افغانستان نسبت به هفته گذشته جدیتر میشه. در ابتدا از عبید جان جوینده میپرسیم که معیار شما برای حفظ اشتراک کننده ها و ای که با کدام کمک های شما میخواین که تیمتان اول بسازین چی است؟ برای من معیار آواز خوب، آواز جذاب،
بعد از پشت کار واضح است که ما در ابتدا وقتی که انتخاب کردیم شنونده خود بر مبنای سر و لای داشتن و ظرفیت هایشان که چقدر اینا میتونن که تکمیل شوند در تایی از این مرحله ما به او اساس انتخاب کردیم و در طور مرحله همیشان را به یک سطح امایت کردیم کوش کردیم که تشخیص بتیم رنگ آوازهایشان را برشان مشوری خود بتیم که کدام سب برشان زیادتر سازگار است کدام آهنگ را بهتر میتونن بخونن در قسمت ادای آهنگ در قسمت زنگه هایشان در هر قدم ما کوش کردیم که امرشان باشیم و اونا را مشوره بتیم و که بتونن تکمیل شون و چنانچه که شما نتیجه شمی بینیم که امروز آواز افغانستان از کجا شروع کرد چی گونه بود اجرای اشتراک کننده و امروز چی گونه اجرا میکنن که برای هم و شما یک دستاورد است. بسیار زیاد تشکر از اوبای جان جوینده. فرشته جانش سما، استراتژی شما چی است تا بتانین تیمتان به مقام قهرمانی برسانین؟ بله، خب در موسیقی واضح است که سر لای در قدم اول هست، باید باشه با هم، مخصوصا لای باید در خون آدم باشه. آواز، زیبایی خاص آواز که خداداد است، کوالیتیت آواز شرط اول است همچنان. بلی، من دوست دارم که اشتراک‌کننده‌های من نه تنها یک آوازخوان باشند بلکه هنرمند باشند، هنرمندانه بخوانند، با قلب خود بخوانند، با ذهن و قلب و روح و روان خود بخوانند، کم تو در قلب‌های مردم خانه کنند و اونجا محبت مبارکباد بگویند. بسیار زیاد تشکر از شما. خواهش میکنم. و در آخر از قیس جان میپرسیم. از ما در نظر میگیرم که اول انتخاب آهنگ خوب باشه. مردم ما، افغانای ما دو آهنگ بلده داشته باشه. آهنگ مشکل هم انتخاب کردیم برایشان، آهنگ های آسان هم، محلی هم. اجرای خوب داشته باشن، با احساس بخوانن، با سر بخوانن. رقمی که عبید جان یادآوری کرد، از شروع آواز افغانستان تا حال ما که در همه شاگردها بسیار زیاد کار کردیم، اونا را با سر آگاه ساختیم که سر یعنی چی و چیزی که تجربه که ما داشتیم از استادای خود یاد گرفتیم، هم به میخه مقدار کم برشان یاد دادیم. خب دگر... تشکر از یاورای عزیز ما. حالا فرهاد اشرت از گروه عبید جان جوینده رو استیج میاین. به افتخار فرهاد اشرت کف بزنین.
سنگ مانده غزل های خدا دل تنگ مانده در این آخر زمان مهربانی سر آهنگ دل آهنگ مانده با من بمان ای مهربان ای مهربان جاودان عشق است تعبیر جهان ای مهربان با من بمان از عشق آدم میرسد تا چشمه های کهکشان از عشق را شن می شود آبی چشم آسمان یک آهنگ آسان را خواندی. چرا یک آهنگ مشکل انتخاب نکرده بودی فراجان اشرت؟ آره به نظرم مشکل بود آهنگ. کجای زی آهنگ مشکل بود؟ اطمان شما نام خدا تیار هستین یا آهنگا براتون آسان معلوم میشه؟ نه برای من جالب است که خودت یک آوازخوان بسیار قوی، یک اشتراک کننده که به جان زیاد تسر اتصاب میکنه، باز چطور یک آهنگ بسیار ساده؟ نه آهنگ بسیار مشکل بود چون بعد برنامه قبلی غزل خواندیم، آهنگای ریتمیک خواندیم، دیگه در این برنامه خواستیم به همکاری یاور مامی آهنگ که یک پاپ بخونیم. ما میخواییم قبل از اینکه نظر عبید جان جوینده را بشنویم، میخواییم که یک توتکی آهنگ شما کوتاه زمزمه کنین به خاطر که این یکی از بهترین آهنگای شما است. الا ای عشق دف میزن خدا را بگو هر جا که دیدی آشنا را کز اینجا مهربانی کوچ کرده دل آور ببر این سنگ ما را زیاد تشکر و حالا نظرتان رو میشنویم که شاگرد شما آهنگ خود شما را چطور اجرا کرد؟ فراجان اشرت یکی از اشراکنده آواز افغانستان است که تمام نیاور را دوستش داره به خاطر از اینکه آدم بسیار متواضع است، آدم بسیار زحمتکش است، پشت کار داره، رنگ آوازش بسیار مقبول است، زنگای آوازش بسیار اصولی است. این آهنگ البته از اون آهنگایی است که آوازی است که از احساس و از قلب خودم بیرون شده و شعر از بسیار با احساس سروده شده و تشکر از خودت که قدر مقبول اجرا کردی. تشکر از عبید جان. فرشته جان، همین کمپوز چطور بود؟ کمپوز آسان بود یا مشکل؟ و این کمپوز در گلوی فراد اشرت هم آهنگی و هم خوانی داشت و یا خیر؟ بدون شک کمپوز بسیار با احساس، کمپوز بسیار مقبول، انتخاب بسیار خوب و بجان انتخاب کرده بودن برشان. ولی گاه گاهی من تو احساس میکردم که صدایشان یکان دفعه مثل عبید جان میشه، یکان دفعه مثل محترم فراد دریا. تو فکر میکردم که احساس خودشان دهی کمتر است و یکان دفعه فکر میکردم که عبید جان میخونه، گاه گاهی فکر میکردم که فراد جان. خود فراد اشرت هیچ پیدا نتونستین دهی آهنگ؟ کمتر. کجا بودی بچه؟ کجا بودی؟ من سر استیج بودم. حالا فرشته جان خودت هر قدر که کوشش کرد پیدا نتونست، گاهی خودت دریاست دید و گاهی که مشکلات هم بود. ما آهنگ یک تمرین کردیم دیروز، بعد چند یک سر بالا شد آهنگ، باید گفت یک سر بالا بخونیم. مگم متاسفانه آدمو کرچ دیروز کمک کرچ پخش بود، مگم بازم
یک سر بالا شده ای پرواز کرده به او خاطر شما حتما ندیدین. نمیفهمم در شروع اینال هم جنان در قسمت شعر هم امی کلمات فهمیده نمیشد درست. کلمات فهمیده نشد؟ آه زیاد فهمیده نمیشد. آواز گای از عبیجان بود، گای از فراجان دریا. امی آهنگ چی خوبی داشته میشه برای ما بگوین؟ آهنگ خوبی داشت که کمپوز مقبول است، بیشک شعرش مقبول است. این خب به خاطر عبیجان نمیگین که کمپوز از عبیجان است؟ کمپوز از خودت هست عبیجان؟ بله جان. لازم خاطر میتونم گفته که ما مطمئن هستیم خود یه آهنگ تابل نشنیدم. نشنیدیم ما حالا خبر شدم که گفتن کمپوز نمیفهمیدم از عبیجان است. از این خاطر سوالم کردم. فرشان جان مطره که در اروپا زندگی میکنه فقط یک آهنگ خودم میشنه و فقط خلاص. خونه ای آهنگ دوم نفر اصلا بلد نداره. ای گپ امکان نداره. نگو. ای گپ امکان نداره. ای گپ امکان نداره ولی هر هنرمند مجبور است که آواز خود بشنوه به خاطر زیاد بشنوه که خلاهای خود اشتباهات خود وقتی کارا میخونه کمتر میفهمه. من این توصیه میکنم برای فرشته جان که غیر از خود کسای دیگر هم بشنوه. خب من بس چیزای بلند میشنم بالا را استاد را به خاطر واقعیتش چیزایی رو بشنوم برابر زورتان باشه. یا چیزای بلند میشنم. چیزایی رو بشنوین که شما میتونین حل بکنین هضمش کنین. اون تو چی میفهمی که من چه قسم حل میکنم هضم میکنم؟ مولا تو چی میفهمی؟ توانتان برای خودتان معلوم است، برای ما معلوم است، برای همه ما. چرا شما اگه نات میزنید؟ در موسیقی یگانه چیزی هست در موسیقی که شما کوشش کنید برابر صلاحیتت گپ بزنید. جای فریب نداره، جای دروغ و فریب نداره. برابر صلاحیتت صحبت کنید. بخاطر اینکه هم آدم میشنوه، هم آدم میخونه. برمیگردیم. بسیار زیاد تشکر از شما فرشته جان و خایز جان. شما هم یک چیز بگوین که شما در آهنگ فراد اشرت چی پیدا کردین؟ تجربه به نگاه من کم زد. اگر شما بسیار خواندین از خاطر گناه شما نبود، او گناه را میمانیم به کردشن. کردها به جای نمیخورد که خودت صورت نمیتونستی یافت کده. به مو شد که من چندین جای دیدم که خودت صورت نمیخورد و نوتای پایینه که میرفتی آوازت به نوتای پایین نمیرسید. البته اون کرجه که خودت یادآوری کردی که باید دکرش بالاتر میبودک. پس گناه خودت نیستک. بسیار جای خوب. البته آهنگ بسیار مشکل آهنگ است که هر کس خوانده نمیتونی آهنگ. تشکر از زنده باش. تشکر از یاورای عزیز برنامه ما و دوستای عزیز شمایی که میخواین با فرهاد اشرت رای بتین. 456 از زنگ بزنین 7111 کد رایدهی فرهاد اشرت است و از طریق اسمس به مینوی مسیج موبایلتان برین 171.11 را به 8656 ارسال کنین. تشکر. تشکر. دوستای عزیز اگر شما کدام سوال دارین به twitter.com/devoiceafghanistan مراجعه کنین و هر سوالی که دارین با ما در میان بگذارین و به زودی پاسخش را بشنوین. وقفه داریم و زود برمیگردیم. با تشکر از گلدن لایف به خاطر تمویل برنامه آواز افغانستان. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز. اپلیکیشن آواز افغانستان از اپل استور دانلود کنین و جریان مکمل برنامه آواز افغانستان در تلفن های موبایلتان تماشا کنین. حالا عزیز احمد کاکر از گروه فرشته جان سما رو استیج میه. چه احساس خوشی دارم که به برنامه موندم. من جا داره تشکر کنم از استاد خوب کمر سیف کردن نگاه داشتن. زیاد کمپاین کردیم ما که نتونستیم بریم به هرات. دوستو از اونجا کمپاین کردن از مناطق ولسوالی های هرات بریم زیاد کمپاین شده و ما بسیار خوش هستم که دوستا آهنگ ما رو پذیرفتن و بریم رای دادن. واقعا آهنگ میخونم از یک آهنگی از دل من بی تو غرق تنهایی است. مثلا از این آهنگ اعتماد دارم که مر باز هم مردم رای میدن و یک قدم دیگه پیش میرم. دل من بی تو غرق تنهایی است. شب شده ماه من به خانه بیا. رفت از خاطرت خیالاتم سوی این خسته عاشقانه بیا. به تو بیمار بستر مرگم ز ترحم به این بهانه بیا. به تو بیمار بستر مرگم ز ترحم به این بهانه بیا. ز ترحم به این بهانه بیا. ز ترحم به این
وقتی آیی که زیر خاک شوم از غم دوری عدلاک شوم وقتی آیی که زیر خاک شوم از غم دوری عدلاک شوم آه دلگیرم و نمی آیی وای میمیرم و نمی آیی وای میمیرم و نمی آیی به تو ای دوست به نوا شدم تا که اشار دل سفر کردی مثل خورشید صبحگاه امید از گذرگاه دل سفر کردی به تو بیمار بستر مرگم زتره هم به این بغانه بیا به تو بیمار بستر مرگم زتره هم به این بغانه بیا ستاره هم به این بهانه بیا ستاره هم به این بهانه بیا چی اگه آهنگ خواندی عزیز جان؟ تشکر از شما تشکر خودت معرفی کو که کمپوز آهنگ از کی بود؟ استاد الفت باشه برای شما بگن که کمپوز از کی بود؟ الفت صاحب؟ آهنگ از جاوجان کریمی است، شعر از هارون راون است که یکی از شراکندهای پارسال زبیجان سرور که در تیم بود شاگردان من آهنگ خوانده بودن شعرش از هارون راون است شعر از هارون واقعا آهنگ زیاد زیبا و مقبول و چطور خواند عزیز کاکر بسیار خوب خواند اجرایت خوب بود کم زر اگر وزن آهنگ کدلای جور نمی آمدین یکان دفعه پشت لای می رفتین ده همه گپای بسیار خوب بودن یعنی به ایمانو که از زور خود کده سنگ گرنگ برداشته بودن؟ نه احساساتشون زیاد بودک کم زر اگر تمپویشان یعنی لایشان دو سه درجه کمتر بود از لایی که نوازنده داشتن یگان بار ای کار می شدک خب یگان دفعه یعنی که از زر پس میمون؟ بله چرا نه در ویدیو بچه هم؟ دیگه مو اندازه که من احساس دیشتم بالو آهنگ با مو آهنگ ما به داخل عمق آهنگ بودم باور کنیم خب این عزیز اعتراف کرد که احساسش سه زر پایین تر بوده از قسمی که باید اجرا میکرد و فرشته جان دین که نام خدا صدای بسیار مقبول و واقعا آهنگ با احساس خواندن خوب خواندن اجرای بسیار مقبول کردن اما در شروع یک جای آهنگ است که بی تو بیمار لی 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 همی گمکا بیاره بسیار زیبایی و بسیار همطور اصولی اجرا کردن بسیار مقبول خواندن صدای بسیار با قوت صدای بسیار گیرا صدای بسیار سوریله دیگه مقبول خواندن اونمو قسمتش یک فرشته جان گفت همو قسمتش مرام زیاد خوشم آمد و از عبید جان میپرسیم که شما در مورد اجرای آهنگ چی نظر دارین از جان بسیار به نقص اجرا کردن اون مشکل لایه داشتن اکمه که بعضی جای از لایه پاس میموندیم و احساس کردیم زیاد به تک نمیخوندیم دیگه اجرایتان کاملا به نقص بود تشکر میکنم تشکر از عبید جان جوینده و از سیاورهای دیگه ما دوستای عزیز تلفون های موبایلتان را بکشین به اشتراک کننده های مورد علاقه تان رای بتین کود رای دهی عزیز احمد کاکر به 456 زنگ بزنین بعد از انتخاب زبان F1C1 فشار بتین و از طریق اسمس به مینوی مسیج موبایلتان برین 171.31 به 86.56 ارسال کنین و به عزیز احمد کاکر میرسن تشکر از شما زنده باشید تشکر از خودتون که آمدی قربان باشید روی استیج اجرا کنید سلامت باشید تشکر دوستای عزیز وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم دوباره خوش آمدین دوستای عزیز و حال نوبت اشتراک کننده ای رسیده که خوب اجرا میکنه و اشتراک کننده ما لیلای برگی است
ما خاص خاطر برنامه بسیار مصروف بودم، باز کوشش کردم که بتونم در خود کمپاین کنم. ما دوستای عزیزم، فامیل عزیزم که برام کمپاین کردن، ازشون تشکر می‌کنم. از طریق فیسبوک پیج و یگان اعلاناتای دیگه کمپاین کردن برای و بسیار خوشحالم. ما بسیار احساس خوشی مونم که تونستم یک مرحله دیگر را موفقانه پیش بیام. ما هفته پیش خودم شخصا از آهنگی که اجرا کردم زیاد راضی نبودم، اما مطمئن هستم که این آهنگ میتونم بسیار خوبتر و بهتر از هفته قبل اجرا کنم. چشو خستی که عالم را چراغان کردم میایی، قدشم شاد رو کچ کچ خرامان کردم میایی، بشام کوکولت مهتا پنهان کردم میایی، بشام کوکولت مهتا پنهان کردم میایی. عزیزم همه دانم زی غزی یا هراتی، بوتا شاخ نباتی، بوتا شاخ نباتی، بوتا شاخ نباتی. چند تا شاخ نباتی؟ دو تا شاخ نباتی. اگر مقصدت از یاورای ما هستن، خب اینجا سه شاخ نبات ششته. گفتم مت شاخ نباتی. خب یک گوش کار داره که خوب بشنوه شعرها را. از یاورای عزیز ما میشنویم. آهنگ خوب انتخاب شده بود، خودش همین آهنگ دوز داشت انتخاب کرد، خوب اجرا کردن، بالا اجرا کردن. من نتونستم مواز خودت صحیح بشنم، مشکلات مانیتور بود، لیکن یکان جای اسم میکردم که از سر کم زر اگر آگاه میشدین، لیکن اجرایت خوب بود، انرژی خوب بود. آفرین با همین اجرایت. شکر. از سر راگم شدن و راگومی های یک نقص کلان است فرشته جان؟ ما نظر به روز اجرای اول و دوم لیلا جان اگر مقایسه کنم، میتونم گفته که بسیار تفاوت خوب کردن آوازشان، یعنی روز به روز ترقی کردن، روز به روز زیباتر میخوانن. البته با مد نظر داشته امی تجربه استیج و مردم و تمریناتی که پیش قیس جان کردن، روز به روز احساس میکنم صدایشان یعنی واقعا بهتر دستور میچسبه و در قالب موسیقی خود بهتر میافه، لای خوب میگیره. از روزای اول کرده اجرایشان بسیار زیبا شده، مقبول شده. شکر استاد. بله. او به جان جوینده. تا جایی که به اجرای خانبرگی همین اجرایشان تعلق میگیره صحبتا، فقط مشکل نفس گرفتن داشتن که با وقت نمیتونستن نفس بگیرن، به مو دلیل کم هوایی بود. دستورتان نگه پا که سر از وام کار بکنین. همه قدره که آل دقیق شدین شما در قسمت تعقیب کردن لای و نگه پا که بسیار بتک میتونین بخونین، بسیار کلان دستاورد از بردن. بسیار زیاد تشکر. یک گپ میخوایم که ما یادآوری کنم که لیلا جان از روز اول که در افغانستان آمدن تا فرق زمین آسمان کردن و خودشان بسیار زحمت میکشن. واقعت به افتخار لیلا جان که خدمت کردن. تشکر. زنده باشین. یاورم باشه، همه تو یاور که در هر برنامه چهار دفعه برای اشتراک کننده خود بخونم. از دوستات تقاضا کنه که چک چک کنند. خب لیلا لیلا کود ریدیهی لیلا جان برگیرم میشنوین، باز کنم گفتنی هم داره بشخم. اول کود ریدیهیشه بشنوین، به 4-5-6 تماس بگیرین، بعد از انتخاب زبان 7-1-4-1 فشار بتین و از طریق پیام به مینوی مسیج موبایلتان برین
141.41 و 86 ارسال کنین و ما لیلای برگی رای بتین. لیلا جان، امو گپه که میخواستی بگویی نالا بگو. ما هم تشکری میکنم از تمام یاورا و همچنان از مردم عزیز افغانستان. بازم امید دارم که مرا تنها نمانند، مرا رای بیدن تا ما باز بیتونم در استیج کلان یک اجرای دیگه داشته باشم و میتونم روز درست پیش برم. بشک. تشکر، زنده باشم. خوش آمدید. دوستای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم. محصولات تازه شرکت نوشابه های گلدن لایف و بازار عرضه شده و یک بار شما 100% را امتحان کنین. و همچنان تشکر میکنیم از شرکت نوشابه های گلدن لایف که برنامه آواز افغانستان را تمویل کردن و حالا یکی از اشتراک کننده هایی که واقعا خوب محلی را اجرا میکنه، عبدالحی امیری رو استیج میآید. گپکای شیرین است، گپکای شیرین است، نگاهت نازنین است، نگاهت نازنین است، صورت زیبای تو ستاره در زمین است، صورت زیبای تو ستاره در زمین است. لیلی کرشمه داری، چقدر رشوه داری، لیلی کرشمه داری، چقدر رشوه داری، من میسوزم در آتش پروای من نداری، من میسوزم در آتش پروای من نداری. برقص برقص نگارم، برقص برقص نگارم، ای گل نو بهارم، ای گل نو بهارم، تمنای تو دارم دل که بقرارم، تمنای تو دارم دل که بقرارم. لیلی کرشمه داری، چقدر رشوه داری، لیلی کرشمه داری، چقدر رشوه داری، من میسوزم در آتش پروای من نداری، من میسوزم در آتش پروای من نداری. تشکر. آهنگ قطغنی رو مگه میخواین؟ عبدالحی امیری وار اجرا کنین. با جوینده سای باغاز میکنیم. عبدالحی امیری با آهنگ قطغنی چطور درخشید روی استیج آواز افغانستان؟ عبدالحی جان همیشه زنگ از دل بنگ میکنه که تو آهنگای خود بختری که آن این همه که استعداد بسیار طبیعی داره، گرچه ایج نوه به تجربه موسیقی یا از لحاظ آموزش موسیقی چیزی آموزش ندیده، اما چون خودش یک آدم موزیکال است، طبیعت برش داده همه چیز، آدم بسیار با احساس است، بسیار با احساس میخونه و با احساس همه گی میشنوه و کیف میکنه. فقط در قسمت ورداشتنتان دلای هر دفعه که ورداشتین از بیجای ورداشتی به کمک تال دادی به او خاطر او یک پوینت منفی است برای خودت، اما خب مطمئنا احساساتی شده بودی که چک چکای زیاد زیاد بود سرت، به خاطر کمتر توجه کردی، توجه بیشتر هم میخندی قسمت. تشکر از جوینده صاحب. فرشته جان شما چی نظر دارین؟ چندین اجرایی که کردن رنگ کار هنرمند بسیار گرامی ما فیض کارزی به افتخارش یک کف بلند بزنین. زیاد شنیده میشه به آوازشان، زیاد شنیده میشه به آوازشان، آهنگای بسیار پرجوش بسیار که به دل میشینه واقعا، منتهی نمیقه که در قالب لای زیادتر کوشش کنن که بیافن خدا اجرایشان بد نبود. تشکر.
قیز جان یا آهنگ خو زنگ دل اوبه جان جوینده را کند. شما را چطور؟ عبدالحی بسیار خوب اجرا کردی. اما پوینتی که یادآوری کرد یاورت کمی جا موسیقی بریک میگرفت که خودت آهنگ باید از بلای میخوندی یکم ذره یک احساسات میشدی از لای پس بودی، لیکن بسیار خوب اجرا کردی و بسیار مست اجرا کردی، بسیار بشاش گفتن آبای جان. بسیار دیگه تشکر. دیگه دفعه پس نمانی عبدالحی جان. انشالله. کد رای دهی عبدالحی امیری به 456 زنگ بزنین، بعد از انتخاب زبان 7113 رو فشار بتین و همچنان از طریق اسمس به مینوی مسیج موبایلتان برین 171.13 رو به 8656 رسال کنین برش میرسه. بسیار زیاد تشکر از خودت. تشکر از شما. بفرمایین دوستای عزیز و حالا اشتراک کننده ای که روی استیج میه بشیر احمد بهنام از به افتخارشان کف بزنین. از تمام مردم عزیز خو تشکری میکنم که برای من رای دادن که یک قدم دیگه پیش رفتم. با خیال خود گره بزن گره. شنبه بخیر هرات میرم، به خاطر کمپون یک کنسرت هم در نظر دارم که بخیر به هرات اجرا کنم. من سر آواز خود زیاد باور دارم، سر مردم عزیز که حتما با آواز خوب رای میدن. چشم سیاه با تیر نگاه چو آهو شکارم کن، با تیر نگاه گر باخته ای دلت به جای دیگره، آی دیده درا فرمان بده روانه دارم کن، آی شخ بلا آ چشم سیاه آی دیده درا با تیر نگاه آی شخ بلا، سر به ناز بالا بلایی ای نگار، شیرین و چی دل رو بایی ای نگار، سویمانی می نگاهی ای نگار، سر به ناز بالا بلایی ای نگار، شیرین و چی دل رو بایی ای نگار، سویمانی می نگاهی ای نگار. او دی لیلا سر دے زما دے ارمانو حساب لیتا سر دے او دی آشنا سر دے گرانے دی نوی جوان نوی احساس راکا دنیا فانی دا دے پاک مین لاس خپا اخلاص راکا دنیا فانی دا بائی مون ایلا بے دے وہ خمارم کن چشم سیاه با تیر نگاه چو آهو شکارم کن، با تیر نگاه با تیر نگاه با تیر نگاه. آهنگ زیبای پیمانه یکی از بهترین های احمد جواد کریمی و فرخ احمدی. فرشته جان آخرین آهنگ برنامه امشب از آقای بهنام. بله آقای بهنام واقعا که یک غزل سرای خوب هستن، آواز بسیار نرم، آواز بسیار ملایم. در تمرینات وقتی که غزلها را میخوانن به به واقعا دل میخواد که بشین آدم گوش کنه. حالا دیدین که آهنگ چقدر مقبول اجرا کردن، هم فارسی و هم پشتو، یعنی شیر و شکر در هر دو قالب بسیار مقبول، بسیار بلای، بسیار بسیار پرکیف اجرا کردن. ما ازشان بسیار زیاد راضی هستم. بسیار زیاد تشکر از شما. زنده باشین. قیز جان الفت. آقای بهنام واقعا انتخاب آهنگ بسیار خوب بود. البته رنگ آواز خودت مرا خوشم میاد، بسیار رنگ آوازت خوب است. یک
گرمش داره بسیار ملایم ما میخوانی. اجرایت خوب بود واقعا، یک دو جای بسیار شدک لیکن به نقص خواندی واقعا بسیار خوب. تشکر استاد. واو بای جان، نظر شما را میشنویم، آخرین نظر از شما در برنامه امشب آواز افغانستان. بسیار مقبول اجرا کردین بشیر جان، بهنام آواز مقبول داری خودت و خوشبختانه که هر سبکی را که تا بال اجرا کردی به نقص اجرا کردی. بر خودت موفقیت میخوایم انشاءالله. ما مطمئنیم که خودت موفق هستی. قربان شما استاد، تشکر. خب تشکر از عبید جان جوینده. و شما که میخواین به بشیر احمد بهنام رای بتین به 456 زنگ بزنین، بعد از انتخاب زبان 7132 فشار بتین و همچنان از طریق پیام میتونین که به مینوی مسیج موبایلتان برین 171.32 را به 86.6 ارسال کنین. بسیار زیاد تشکر از اینکه آمدین. دوستان شمایی که تانوز با سیستم رایدهی آشنایی کامل ندارین، ای بسته تصویری را ببینین و خود خوب آشنا بسازین و به اشتراک کننده های مورد علاقه دان از یک سیم کارت هر قدر که دلتان میخواید رای ارسال کنین. طریقه رایدهی برنامه آواز افغانستان 456 را دایل نموده، زبان مورد نظر خود را انتخاب نمایید. برای رفتن به مینوی آواز افغانستان کلید 7، سپس کلید 1 و برای رای دادن به اشتراک کننده مورد نظرتان کد رایدهی آنها را دایل نمایید. نکته: خدمات 456 برای همه شرکت های مخابراتی محلی قابل تطبیق می باشد و 8656 از روشن، اتصالات، MTN، افغان تلکام و وصل تلکام پیام فرستاده می توانید. شما می توانید از یک سیم کارت به یک اشتراک کننده هر قدر که خواسته باشید رای ارسال نمایید و در خارج از افغانستان به شماره 0093-799-780-456 تماس گرفته و به اشتراک کننده دلخواهیتان رای بدهید. با طریقه رایدهی آشنا شدین، وبسایت آواز افغانستان هم فراموشتان نشه. برنامه امشب ما به پایان رسیده. شب خوش، خواب راحت، خدا نگهدار.